داستان تام هیکل مایکل راننده اتوبوس شهری مثل همیشه اول صبح اتوبوسش را روشن کرد و در مسیر همیشگی شروع به کار کرد در چند ایستگاه اول همه چیز مثل معمول بود و تعدادی مسافر پیاده شدند و چند نفر هم سوار شدند در ایستگاه بعدی یک مرد با هیکل بزرگ قیافه خشین و رفتار عجیب سوار شد او در حالی که مایکل زده بود گفت تام هیکل پولی نمیده و رفت و نشست مایکل که تقریبا ریزجاسه بود و اساسا آدم ملایمی بود چیزی نگفت اما راضی هم نبود روز بعد هم دوباره همین اتفاق افتاد و مرد هیکلی سوار شد و با گفتن همان جمله رفت روی صندلی نشست و روز بعد و روز بعد این اتفاق که به کابوسی برای مایکل تبدیل شده بود برای او خیلی آزاردهنده شده بود بعد از مدتی مایکل دیگر نمیتوانست این موضوع را تحمل کند و باید با او برخورد می اما چطوری از پس آن هیکل بر بنابراین در چند کلاس بدنسازی کاراته و جدو ثبت نام کرد در پایان تابستان مایکل به اندازه کافی آماده شده بود و اعتماد به نفس لازم را هم پیدا کرده بود بنابراین روز بعدی که مرد هیکلی سوار اتوبوس شد گفت تام هیک پولی نمیده مایکل ایستاد به او زل زد و فریاد زد برای چی مرد هیکلی با چهره متعجب و ترسان گفت تامپلیک کارت استفاده رایگان داره.